سلام دوستان وقتتون به خیر باشه ویدیویی که امشب میخوام بتون نشون بدم یه مقدار قابل تعمل هست فکر کنم باید تمرکز داشته باشید اگر میخواد بتونید باش ارتباط بگیرین چون پازل هایی رو میخوام کنار هم براتون تعریف بکنم که اینها اگر بتونید باهاش ارتباط بگیرید معنا پیدا میکنه در غیر این صورت حرفم خیلی نامفهوم به نظر میرسه حالا تلاش میکنم به خاطر اینکه بس احساس میکنم سنگین هست چند تا ویدیو چند تا عکس چند تا نمونه محتوایی که تولید شده به شما ارائه بدم که بهتر بتونید به اون چیزی که میخوام بگم ارتباط بگیرید یه خلاصه لازم هست از اون اون فضایی که الان پیرامون ما داره پیش میاد توضیح بدم ما در یک نبرد ترکیبی برای اثرگذاری بر درک ملت ها نیاز داریم که مجموعه ای از اقدامات رو انجام بدیم اقداماتی در حوزه میدان تعریف میشه اقداماتی در حوزه رسانه ای تعریف میشه اقداماتی در حوزه اقتصادی تعریف میشه همه این مجموع اقدامات میاد اثرگذاری میکنه بر درک جامعه و کمک میکنه که اون هدف مورد نظر تعریف بشه محقق بشه حالا یه سال تصور بکنید که ما یه تیم رسانی هستیم در خارج از کشور نشستیم یک بودجه هم گرفتیم و هدفمون این هست که جامعه ایران رو به سمت براندازی هدایت بکنیم الان در بازه زمانی که انتخابات هست ما چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم دعوت بکنیم به عدم مشارکت که این اتفاق بیفته یا نه بریم یه کار دیگه بکنیم بریم پشت جمهوریت بیسیم ای بگیم این حاکمیت جمهوریت رو زده با چی جمهوریت رو زده با رد سلیت لاریجانی و جهانگیری و جمهوریت رو زده خب لاریجانی و جهانگیری که همونایی بودن که تو قبلا وقتی میخواستی از حاکمیت اعتبار زدایی بکنی در صدای آمریکا و بی بی سی و سود اینترنشنال علیهشون محتوا تولید میکردی یعنی اینا از تو منفور بودن از در تو وسیله بودن که تو باش حاکمیت رو بزنی الان چه جوری داری از اینها استفاده میکنی برای اینکه پشت جمهوریت ویسی باز باز برگردیم به سوال من جلو جلو نرم پس کدومش باید اتفاق بیفته دعوت بکنیم به تحریم انتخابات که این کشور هدایت بشه به سمت بحران یا نه بریم پشت جمهوریت ویسیم. اصلا تحریم انتخابات رو کنیم بریم پشت جمهوریت بیسیم و تأکید بکنیم برای اینکه جمهوریت به خطر افتاده ما باید برای جمهوریتی یه فکر بکنیم یه راه دیگه فکر می‌کنم وجود داره اون راه راه درسته بازیسازی سازی رو شما بتونی به سمتی ببری از فضای احساسی که وجود مانده استفاده بکنی از این دو تا محور یعنی هدایت به سمت براندازی از طریق تحریم انتخابات حالا اینا چه ربطی به هم داره توضیح میدم استفاده بکنی در کنارش بیای پشت جمهوریت هم سی اون وقت کشور رو هدایت بکنی به سمت بحران چه جوری میشه از این طرف تحریم بکنی انتخابات رو وقتی مشارکت اومد پایین وقتی مشارکت اومد پایین حالا بیا تاکید بکنی که جمهوریت اون چیزی که به خطر افتاده این حکومت داره میره سمت دیکتاتوری مشارکتی هم که نبوده بدنه مردمی نداره باید چیکار بکنی باید بریم با این حکومتی ای که مشارکتی درش وجود نداشته و رفته به سمت دیکتاتوری و جمهوریت داره درش به خطر میفته چون رده صلاحیت هایی رو انجام داده بریم باش مقابله بکنیم این فضایی هست که الان جامعه ما در حوزه رسانی دارن این جامعه رو به سمتش هدایت میکنن خیلی ها ممکن الان تصورش این باشه که در این دوره ای انتخابات تمرکز تیم رسانی که خارج از کشور نشسته داره علیه ایران تولید محتوا کنه بر تحریم انتخابات همین برنامه دیگه ندارن حالا تحریم انتخابات ممکنه در ذهن برخی از افرادی که حامی ایران هستن هم الان شکل گرفته باشه یعنی طرف حامی ایرانه میگه نه من اصلا احساس میکنم که با این جنس جمهوریت اصلا میانه ای ندارم این همسدایی هم که تو میگی مثلا بین من و برانداز ها پیش اومده اینم قبول ندارم همصداییه ولی من من از نگاه تو بهش نگاه نمیکنم و به نوعی با تو موافق نیستم حالا در کنار, در کنار این نگاهی که وجود داره ولی واقعیت ماجرا این هست که طرف مقابل یکی از اقداماتی که وانمود کرده میخواد انجام بده تحریم انتخابات دیگه داره تولید محتوا کنه پیرامون رای بی رای دیگه سلطان روش تمرکز دارن ساز و منافقینی ها روش تمرکز دارن رسانه های مانت هم روش تمرکز دارن بخشی از واقعیت ماجرا هست حالا من سوال اینه واقعا ماجرا همینه یعنی اینا دارن دعوت میکنن به سمت تحریم انتخابات اگر ریز بشیم روی محتوای تولید شده توسط اینها به این جمعنی میسیم که نه ماجرا این شکلی نیست اینها دارن تمرکز میکنن بر روی تحریم انتخابات به علاوه تحریم انتخابات به علاوه اثرگذاری بر انتخابات من میخوام اول قبل از اینکه بحثو بریم جلو یکی دو تا از محتواهای رسانهای تولید شده در روز گذشته روز گذشته در کانال غیر رسمی سازمان منافقین رو برای شما بررسی و سازمان و منافقین خب های رسمی رو داره اینها رسانه‌شون شناخته شده است کاربرهاشون شناخته شده است افرادی که دارن در این حوزه ایفای نقش میکنن شناخته شده هستن و در فضای مجازی هم شما احتمالا اگر رسد کننده اونها باشید اینا رو میشناسید در کنار این رسانه های رسمی در کنار این صفحات رسمی صفحات غیر رسمی هم داره که بخشی از حرفهای خودش رو داره از طریق اونها منتشر میکنه اونم رسانه باستابی داره دیگه همه رسانه باستابی داره، اونم رسانه باستابی داره کانال آزادی یکی از کانال هست که این کانال مربوط به سازمان منافقینه کانال خود سازمان منافقینه یعنی کار خبری داره انجام میده کار خبری با جست براندازنه داره انجام میده ولی کانال کانال سازمان مجاهدینه کسایی که پشت این کار نشستن سازمان مجاهدین خلق هستن از تیرانا نشستن دارن تولید محتوا میکنن این کانال رو به روز رسانی انجام میدن کانالی هم هست که از یک ماه پیش تمرکز رو میذاره روی تحریم انتخابات میاد جلو به شدت تولید محتوا میکنه پیرامونی که ما نباید رای بدیم نباید ایفا نقش بکنیم تا میرسه به تایید صلاحیت ها بعد از اینکه علی لاریجانی و اسحاق جهانگیر رد سلیم چون یه اتفاق عجیب قریبی در این کانال افتاده ببین شما یه طرف میشنوید میگن که این انتصابات مردم در این انتصابات شرکت نکنید اصلا انتخابات کجا بود انتصابات ملت سر کار گذاشتن اینا اخوندا ملت گذاشتن سرکار خب اگر اون چیزی که رخ رو میده انتصاباته پس طبیعتا ما اثرگذاری بر اون نباید داشته باشیم دیگه من با رسانه میرم تحریمش میکنم چرا چون انتصاباته دارم میگم انتصاباته حالا تولید محتوای سازمان منافقین رو ببینیم این تولید محتوایی هست که اینا دیروز انجام دادن من دارم زاکانی رو مثال میزنم برای پروموت کردن این آدم نیست برای همه کاندیداهایی که در میدان هستن اتفاق دیروز رخ داده من صرفا دارم این شخص رو مثال میزنم به دلایلی که خواهم گفت کانل آزادی اومده یک محتوای رو تولید کرده تحت این عنوان که تیترش من میخونم حرفش اینه میگه که دارن زاکانی داره خودش رو به عنوان یک کاندیدای ضد فساد معرفی میکنه در صورتی که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در سالهای اخیر گفته که زاکانی به اسم ارائه اطلاعات دنبال دفاع از یک مجرم برای اخاذی بوده است داره چی کار میکنه؟ چی داره میگه پیرامونش؟ داره اعتبار زدائی میکنه از علیرضا زاکانی در تو رئیسی تولید محتوا میکنه چیکار میکنه همینه دیگه داره, داره میکنه رئیسی در تو جلی اونم همینه داره اعتبار زدایی میکنه از رئیسی سوال اگه الان انتصاباته تو چرا داری اعتبار زدایی انجام میدی و حالا حالا همینشون یه بحثی که به استناد وزارت اطلاعات ما داره این کار انجام میده خیلی عجیبه وزارت اطلاعات دولت روحانی رو بهونه کرده برای اینکه به خودش به محتوای خودش اعتبار بده حالا من با این بحثش کار ندارم ولی برگردم رو این سوال چرا اگر انتصابات در پیشه تو چرا داری از اینا اعتبار زدایی انجام میدی بریم محتوای بعدش رو ببینیم واکنش مهرلیزاده زاده به تذکر دادستان تهران به کاندیداها با انتقاد از رئیسی این داره اثرگذاری انجام میده بر انتخابات این میگه من تحریم انتخابات انجام میدم که رأی بیاد پایین که بگم حکومت تو مشروعیت نداری ولی در این حال که اون دست از مخاطب خودمو که میتونم بکشنمش به سمت تحریم انتخابات اون دسته دارم میبرم به سمت تحریم در این حال میام چیکار میکنم میام اثرگذاری انجام میدم بر انتخابات چطوری این کار میکنم کاندیداهای این سوی میدان رو اعتبار میکنم اعتبار میدم به کاندیداهایی که احساس میکنم میتونن تداوم بدن به دولت حسن روحانی دهها محتوا از این دست شما میتونید در کانال سازمان و منافقین پیدا بکنید که نشون میده این سازمان همانند انتخابات 92 همانند انتخابات 96 همانند انتخابات 94 هنوز به این جمعندی رسیده که ضمن اینکه باید در فضا رسمی جست اپوزیسیون بگیره بیاد به ایسته که من تحریم میکنم من با کلیت این حاکمیت مخالفم تنها کسی که میتونید بهش اعتماد بکنید من هستم چون من با کل اینا مخالفم در در عین حال که این جس رو میگیره در فضا غیر رسمی خیلی هوشمندانه داره کاندیداهای میدان رو بیاعتبار میکنه و کاندیداهای آن سوی میدان رو اعتبار میده که تو اگر یک, کاند... یک, مخاطبی هستی که به این جمعندی رسید که باید شرکت کنید تو این انتخاباته ذهنت به شیوهی مهندسی بشه که آراء تو اون کاندیدایی باشه که من از در ذرین هست پیچیده شد داستان هنوز به بس جمهوریتش نرسیدیم بریم جلوتر من یه نمونه دیگه از محتواش رو میخوام بخونم صرفا یه سوال میخوام مطرح بکنم تصویر توییت علی اکبر رافی پور منتشر کرده علی اکبر رافی یه توییتی رو خطاب به حسام الدین آشنا منتشر میکنه توی این توییت یک عکسی هست از زندان اوین میگه که از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیک‌تر است تصویر توییت رو دارید مشاهده میکنید همین اومده منتشر کرده متنشو رو براتون میخونم نوشته که علی اکبر رافی مردم را تهدید کرد مردم رو تهدید کرد داره, داره تو حسام الدین آشنا صحبت میکنه حسام آشنا داره در روی حسام آ... مردم کجای داستانه بریم جلوتر رائفی پور حالا یک بی احترامی رو کرده همسو با سعید قاسمی تهدید میکند که این تهدیدها نشانی ترس آنهاست من سوالم اینه چرا رسانه غیر رسمی سازمان منافقین باید بیاد اونجایی که رائفی پور علیه حسام الدین آشنا داره حرف میزنه شما شما سر و سرتون با حسام الدین آشنا چیه من که نمیگم ارتباط دارید منفعت شما از اعتبارسازی برای اون و بی اعتبار کردن کسانی که دارن درباره اون صحبت میکنن چیه اینا سوال دیگه اینا سواله کاش میشد پاسخهایی به این سوال داد بریم جلوتر بریم جلوتر بعدا مفصلتر پیرامون صحبت ها پیرامون این مسئله بحث کنیم پس پوسته کلی چیه تحریم انتخابات تحریم انتخابات چرا انجام بشه که بیان بگن که حاکمیت مشروعیت نداره حاکمیت مشروعیت نداره زیل پوسته تحریم انتخابات برنامه بعدی چیه اثرگذاری بر انتخابات یعنی در این حال که من جس گرفتم که تحریم اصلا شرکت نمیخوام بکنم خوشم نمی مسخره بازیه در این حال که این جس گرفته داره تولید محتوا به شکلی انجام میده که کاندیداهای یک سوی میدان که همسو نیستن با وطن فروش ها همسو نیستن با بیشرفها، ها اینها بی اعتبار بشن کاندیداهای آن سوی میدان که میشه امید داشت تا حدودی مثلا تداوم دهنده 92 و 94 و 96 باشن اینها چیکار بکنن اینها معتبر بشن دقت کردی بازیسازی سازی رتوا میفته هر چی به روزهای پایانی نزدیک بشیم اتفاقا ممکن متوجه بشید که انتخابات 84 نیست انتخابات 92 92 دو دو یعنی چی یعنی انتخاباتیه که روحانیه با 250 هزار تا رأی از صندوقش در اومد خیلی ها ممکن الان به این بخندم ما مسخره کردی تو داری پیرامون این صحبت میکنی که مثلا همتی از صندوق بیاد بیرون یا مثلا مهرلی زاده اینا مسخره بازیه تنز ما رو گیر آوردی من دارم تولید محتوا صرفا به شما ارائه میدم و دارم اینو توضیح میدم اتفاقا درسته چیزی که در اتفاق میفته اینه تو یه بچه انقلابی داری دعوت میشی به اینکه تحریم بکنی تو یه حامی ایران داری دعوت میشی به اینکه تحریم بکنی اول اومدن به تو این رو توضیح دادن که مخالفان ایران شرکت نکنن اصلا کی گفته همه باید شرکت کنن مخالفان ایران شرکت نکنن تو بیا ایفای نقش کن تو اول اینطوری فهمیدی گاردت باز شد نسبت که نه بخشی از جامعه خوب اگه شرکت نکنه گاردتو باز کردن حالا اومدی وسط این میدانه تو داری تحریم میکنی تو داری تحریم میکنی او داره اثر گذاری میکنه بر اون بخش از جامعه که با تو همسو نیست که بیاد ایفای نقش کنه رای بده و اگه مشارکت بیاد پایین در این مشارکت که پایین اومده تو تحریم کننده باشی این اتفاق داره بریم جلوتر یه چنت تولید محتوا پس تحریم باید اتفاق بیفته اون چیزی که اینا دارن روش تمرکز میکنن تحریم که اتفاق افتاد یه ماجرای دیگه ای کنارش باید محقق بشه و اون اثرگذاری بر انتقاد به نفع کاندیداهای همسو خودشونه حالا وقتی این مشارکت ها اومده پایین این اثرگذاری هم انجام شده ما باید کشور رو ببریم مثلا تو براندازی محتوا داری آقا محتوای تولید کردن مستندی داری داری یه سری ادعاها مطرح می‌کنی فیلم باید ببینیم من خیلی موافق نیستم تو این برنامه فیلم براتون پخش کنم عکس بشه رو بدم میخوام خودم بشه دیالوگ بکنم ولی باید فیلم پخش بکنیم بریم یه فیلم با هم ببینیم بخشی از صحبت بی بی سی هست برنامه بی بی سی هست خیلی هوشمندانه داره تلاش میکنه که میهمان رو کانالیزه بکنه هدایت بکنه به این سمت که از زبونش این رو بکشه بیرون که مخاطب ایرانی چاره ای نداره جز سری انتخابات و چاره ای نداره جز این که بعد از این انتخاب چیکار کنه ببره به تو براندازی حالا ببین چی میگه و ابراهیم اسقرزاده انصافا اینجا خیلی خوب جواب داد من به شدت نقد دارم به آقای ابراهیم اسقرزاده یک چهره که در آن سوی میدان در انتخابات ایران تعریف میشه در مقابل ما تعریف میشه ولی انصافا قشنگ جواب داد دمت گرم آقای ابراهیم اسقرزاده من خیلی لذت بردم از این ویدیو فکر کنم مخاطبم ببینه همین حس رو داشته باشه بریم ویدیو رو با هم ببینیم از اسفرزاد شما به حرف براندازهایی نرسیدید که میگفتن این حکومت اصلاح پذیر نیست؟ نه نه مرز مشخصی که اصلاح طلبا دارند هم با بنیادگره های داخلی است و هم با تندروها و براندازهای در حقیقت اون جریانی است که فروپاشی یا انقلاب توی دستور کارشون هست شما خودتون هوادار براندازی هستید این براندازی با, سو... با نصیحت و با خواهش و با تمنا نمیشه، درسته؟ تغییر نظام اون چیزیست که در صدای پیشتر در, در ایران است. کشوری که بارها صندوق رای رو تجربه کرده هنوز چند سال نگذشته از آخرین انتخاباتی که 75 درصد تو شرکت کردن ما میتونیم بگیم بله مردم ناراضی از وضع موجود رضایت ندارن ولی این به ما مح... از شما حق ندارید مصادره و مطلوب کنید بگید مردم ایران طرفدار براندازان برانداز ها در بهترین حالتی نتونستن از چند درصد بالاتر برن برانداز که من میگم باز توی نظر و دیدگاه خیلی ها امکان داره این اصلا این رومانتیزیزم سیاسی رو داشته باشن که تو ذهنشون این باشه که ما یه رویایی خواهیم داشت یه مملکتی به این صورت اداره خب باشه معنای زمینی آنچه چه کایت الله خامنه‌ای گفت که اینها رو من میشناسم حرف دشمن رو دارن تکرار میکنند بگیر و ببند نیست ببینید اصلا این تصور راجع جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی یک جمهوری فاشیستی تمامیت خواست چیزی که جریان اپوزیسیون برانداز داره مطرح میکنه یه چیز فیکه اصلا اینطوری نیست تصویری که شما میسازید زم... از آره همین الان تو گزارشتون بود اون آقایی که رئیس جمهور قبلی بوده و داره میگه من شرکت نمی کنم. آزاد آزاد داره راه میره پا میشه میره این روستا این شهر اسلام یه دورش جمع میشن اینی که گفته بشه که کشور ایران یا جمهوری اسلامی یک نظام سرکوبگر بسته است به نظر من این نیست این غلطه این تصویری که ساخته میشه از ایران ب... خب بالاخره انتخابات داره انجام میده این صندوق رای تحت هیچ عنوانی در هیچ شرایطی حتی تو زمان جنگ هم تعطیل نشده شما الان اصلا چهره ایران یا چهره مثلا نظامی همین تا همین چند وقت پیش خیلی هم میگفتن که آره رئیس جمهور آینده یه نظامی خواهد بود خب شما همین الان دارید میبینید یه روحانی داره میشه روحانیت اونم از جنس روحانیت سنتی که همیشه این مسئله بوده که اینها ایدئولوژیزه نمیکردن دین رو و بیشتر یه نگاه فرهنگی داشتن خب حالا این حرفایی که آقای ملکی یا بعضی از دوستان میزنن که ما به بنبس رسیدیم صندوق رای باید تعطیل بشه اصلاح طلبی هم دفن بشه تابوت اصلاح طلباست بعدش هم خب جنگ مسلحانه ما میریم ایرانو آزاد میکنیم خب بسم الله آخه نیست چنین نیرویی شما شاخصترین ترین هم دو سه درصد بیشتر نمیتونن تو خیابون بیارن و این که فکر میکنید اگه 50 درصد جامعه ایران ناراضیه یا توی نظرسنجی ها میگه من تو انتخابات شرکت نمی‌کنم این به مفهوم براندازیه خب اینو که بابا چهل سال شما دچار این هستید هستید این نیست مردم ناراضی بودنشون یه بحثه ولی همین مردم دارایی یک آرمان یا یه توهمی نیستن که ما اگر این حکومت رو تغییر بدیم سرنگونش کنیم یه وضعیت بهتری به وجود میاد بسه. مردم احساس میکنن تو کشورشون امنیت هست، مشکلات اقتصادی هست ولی خب یه دستاوردهایی هست یه از دست دادن هست صحیح. ولی با این حال اتفاقی که می‌افته رفتار مردم خیلی پراگماتیسته بسیار خب آقای از ده. ده. شما به یک گفته نکته... میشه که تو دقیقه آخر ما قافلگیر شدیم خیلی عجیب شگفتانگیز بود رفتار مردم خب این همش نشونه میده که مردم هم بازی خودشون رو میکنن توی این شرایط یعنی از روزنه ها استفاده میکنن از فرصت ها و تاثیر خودشون رو میذارن و راضی میشن به این خیلی خب این ویدیو رو هم دیدیم خیلی مشخص بود داشت تلاش میکرد بیاد بی بی سی داشت تلاش میکرد در قامت هوادار جمهوری در قامت کسی که احساس میکنه حق جمهوری خورده شده باید بیاد ازش دفاع بکنه تلاش میکرد ابراهیم اسقرزاده جلو اندازه این حرف از دانش در بیاره که باید بریم به سمت براندازی دلیلی که میبینید که از سدسن خمینی هم میان پست اینا کار میکنن که به نوعی در روی جمهوریت صادقانه دقیقا همینه یعنی فضا رو ترسیم کردن براتون متوجه شو این چه اتفاقی داره میفته مشارکت تو دارن کاهش میدن تویی که به توضیح داده بودن که انتخاباته باید به شیوهی برگزار بشه که تو شرکت بکنی براندازه شرکت نکنه اون یکی شرکت نکنه الان تو رو آوردن تو اصل تحریم دوستان خودمون متاسفانه این کاری کردن تو الان به این جمع نیستی که تو نباید رای بدی مشارکت ها رو باید بیاری پایین سازمان منافقینی فهمیده تو شرایطی که تو بی که رای ندی تقویت بکنه کاندیداهای طرف مقابل رو از کاندیداهای تو هم اعتبار زده بکنه چرا چرا اعتبار کنه چون تو به این سمندی برسی که بابا با. اینا یه مشادم عوضی ان کما اینکه طرفدار از کاندیداها این, این کارو کردن به خاطر اینکه کاندیده خودشون رو معتبر بکنن بقیه رو ازشون دیو ساختن به خاطر فرشت فرشت سازی این سوی میدان که بعدا مفصل پیرمش توضیح میدم از آن سوی میدانی ها دیو ساختن الان الان خروجش رو ببینید تحریم دارن میکنن انتخابات رو مشارکت رو بیارن پایین بعد برن پشت جمهوریت بیسن پشت جمهوریت که ایستادن پرچم بگیرن بالا بگین که جمهوریت در خطر است باید چیکار بکنیم باید بریم به سمت بحران کشور ما هم که به سمت براندازی که نمیره که کف خیابون هامون کف خیابون هامون دوچار بحران میشه شما برای بحرانی کردن کف خیابون ها نیاز به 50 درصد جامعه نداری در هزار نقطه از ایران هزار نقطه از ایران هر نقطه بتونی 800 نفر کف خیابون بیاری کشور رو بحران میشه کشور به سمت میره دیگه این خیلی کار پیچیده که نیست خیلی تحلیل پیچیده هم نیست این فضایی هست که من تلاش کردم برای شما ترسیمش بکنم و یه سوال ممکن ولی بعضیتون پیش بیاد بعضی از دوستان ممکنه بگن که خب ما داریم در حالی برنامه تو رو میبینیم که نگاهمون بر این هست که از رضا پهلوی و امثال ها بدمون میاد از سلطنت طلب ها هم بدمون میاد ولی بر این باوریم که حامی یک نظم پادشاهی هستیم و در نظم پادشاهی خودمون و در نظم پادشاهی خودمون از انتخابات بدمون میاد تو هم حامی تفکری هستی که امامانش علی و حسن و حسین و کی و کی و کی اینا اعتقادی به انتخابات نداشتن ممکنه همچین چیزی رو در ذهنت ساخته باشن ببین دوستان من در پاسخ به این ابهام که رحمت میشه یه سوال میخوام بپرسم تو حامی سلطنت طلب،, سلطن طلب ها هستی مثلا تو حامی اندیشه پادشاهی هستی تو اصلاح طلبی تو اصولگرایی تو احمدی جدی هستی از چه دریچه به مسائل نگاه میکنی؟ اصلا تفکر تو از چه دریچه نگاه می‌کنی من نگاه هم امنیت پایه امنیت پایی یعنی چی یعنی با این نگاه به مسائل توجه میکنم که در این مسئله که تو داری برای من تعریف میکنی امنیت کجا تعریف میشه امنیت مردم کجا تعریف میشه آرامش مردم کجا تعریف میشه تو حامی هر تفکری هم که باشی با صندوق رای مخالف باشی با صندوق رای دشمن باشی اینو باید بفهمی که در نگاه امنیت پایه در شرایطی که کشور تو رو میخوان ببرن به سمت بحران چون اون اصلا کاری نداری که از صندوق میاد بیرون او میخواد بگه که حاکمیت مشروعیت نداره او میخواد بگه نگاه کن استقبال نمیکنن آره اگه یه جایی صندوق رای رو گذاشتیم کنار شما بیا وسط میدون به این بهانه که صندوق رای و دموکراسی اینو احمقانه است آفرین تولد کن از این کار دفاع کن ولی الان که صندوق هست او داره تلاش میکنه فضا رو به چه سمتی ببره فضا رو به این سمت که مشارکت اومده پایین پس حکومت مشروعیت نداره در چنین شرایطی تو اگر نگاهت امنیت پایه باشه باید بفهمی که ضمن نفرتی که ممکن از صندوق رأی داشته باشی باید بیای ایفا نقش بکنی باید بیای ایفا نقش بکنی اگر این کار نکنی چی میشه آبان 98 وقتی اتفاق افتاد به اعتراف خود اصلاح و نزدیکای دولت از جمله علی مطهری اینا به این جنبندی رسیده بودن که ایران دیگه طرفداری نداره و ترامپ فرمانده ما رو زد که بازخوردگیری بکنه ببین آیا این این نگاه درستی یا نه وقتی جمعیت ده ها اومد کف خیابون جمعیت ده ها که ما اومد... کف خیابون اومد این جمعیت هستن که نه حاکمیت هنوز هوادار داره اون تو نگاه خودشه اون کاری نداره که تو بهش قاجگاسا اومدی یا نه اون میگه حاکمیت هنوز هوادار داره پس من نمیتونم ببرمش به سمت جنگ نمیتونم ببرمش به سمت بحران دقت کردی شد جمعیت اینجا میاد اثرگذاری انجام میده و اون دلیلی که باعث شد سوریه سوریه بشه اتفاقا همین بود که اونا به این جمع رسیدن که حاکمیت دیگه کسی پشش نیست الان وقتش رسیدی که برن کار این کشور رو به بهانه تقابل به حاکمیت یک سره بکن خیلی طولانی شد مجبور بودیم انقدر طولانی بتون ارائه بدیم تو ذهنم هست که این ویدیوها خلاصه تر بشه ولی چاره‌ای نداشتم باید این بحث رو مفصل جمع کردیم و مفصل بهش میپردخیم. من همینجا ویدیو رو متوقف می‌کنم اگر نکته‌ای دارید اگر نقدی دارید به این چیزایی که گفتم حتما در کامنت ها مطرح بکنید من دوست دارم که کامنت شما رو بخونم کسی بلاک نمیشه کامنت رو بفرستید ما نقدا رو ببینیم نگاه شما رو به مسئله ببینیم شاید اون چیزی که من دارم میگم غلط باشه شما بیا در کامنت ها برای مخاطب این رو توضیح بدید من چند تا از پیام های شما رو میخونم یکی از دوستان نوشته که درخواستش این بوده گفته که از مردم بخواد که بیان توی انتخابات شرکت بکنن ایفای نقش بکنن و به نوعی از این بابت ابراز نگرانی کرده یکی از دوستان به نام آقای حسنی گفته که بعضی وقت‌ها مسئله پیچیده مطرح می‌کنین آقای حسنی این پیج اینستاگرام من هست دایرکت بیاد توضیح بدید پیچیده مطرح کردن یعنی چی که من بفهمم چقدر یعنی انقدر تفاوت نگاهه و انقدر سخت دارم مطرح می‌کنم موضوع رو اینو اینو برام توضیح بدین که کجاهاش از پیچیده است تو کامنتها هم اگر بگید خوبه که من تلاش بکنم ساده‌تر بکنم مطلب رو دیگه انقدر پیچیده ارائه ندیم به قول شما ممنون از پیامتون یکی دیگه از دوستان نوشته که گفته که شما دیروز اومدی از بحث سامانه لیزری گفتی گفتی که ایران سامانه لیزری داره اینه در صورتی که نیروی مسلح ایران یکی از اختراعاتی که انجام دادن کرونا بوده که سپاه ساخته و خیلی هم افتضاح بوده و به نوعی همه متوجه شدیم آقای 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 داوودی ممنونم از پیامت. تشکر میکنم که این پیام رو فرستادی دو تا نکته تو ذهنت باشه اون ماجرای کرونا یاب فضاحت کرونا به نظر من بهترین برگه برنده بود برای ما اگر،, اگر البته ازش درس بگیریم چرا بهترین برگه برنده بود ما یک چیزی رو فهمیدیم در ماجرای کرونا و اون این بود که آقا در حوزه‌ای که به تو ربطی نداره دخالت نکن تو نقطه زن ترین موشک رو هم میسازی میری عین الاسد هم میزنی به شیوه هم میزنی که جنگ الکترونیکت فضایی رو به وجود بیاره که او پهبادش نتونه کاری بکنه پدافندش نتونه کاری بکنه و موشک بخوره ولی میای کرونا میسازی سوژه میشی ببین من یه جایی وقتی بحث ورود نیروهای مسلح به خود رو سازی مطرح شد یه حرفی زدم خیلی دوستان از دستم عصبانی شدن گفتم دوستان به جای بگی نیروی مسلح بیاد اینجا بره تو فلان حوزه تو همه حوزه دخالت بکنه بیاد اینو توضیح بدید که نیروی مسلح شما تفکرش بره اونجا اینکه نیروی مسلح تو در همه جا ورود بکنه این نیاز داره که بره کار عمیق انجام بده الان اگر در حوزه نظامی موفق هست چون کار عمیق انجام داده چون پیریزیش خوب بوده این بحث کرونا به اتفاق به نظر من یک برگه برنده است به خاطر درسی که مدن بود که آقا در حوزه‌ای که تخصصش رو نداری ورود نکن آره تفکر خودت رو ورود بده ولی خودت ورود نکن چون تو میتونی در این حال که موشک نقطه زن داشته باشی کشوری باشی که دنیا از پهباد هات به ترسه مثل ماجری کرونا که این دوستون بهش اشاره کرد بیاید سوژه بشی و مورد تناسب قرار بگیری ممنونم از پیامتون یکی دیگه از دوستان نوشته که با سلام از وقتی که با کانال شما آشنا شدم یه چیز رو فهمیدم و اون این هست که شما توی تمامی کار خودتون همیشه امید رو پمپاژ میکنین شاید دلیل اینکه مخاطب شما به شما وفادار میمونه هم همین اصل ساده است خیلی ممنون از پیامتون یه نکته خیلی مهم میخواستم بگم ببینید بحث پمپاژ امید یه طرف قضیه است حالا ممکنه مطالبی که من دارم میگم بخشش امید بخش باشه ولی پمپاژ امید اگر مبتنی, مبتنی بر حقیقت نباشه یک فاجعه است چون تو داری یک حقیقتی رو برای مخاطب میسازی مخاطب مخاطب رو در ذهن خودش بزرگ میکنی فضا رو براش جذاب میکنی در که وجود نداره و این اگر اتفاق بیفته فاجعه است پس درخواستم این هست اگر اگر دوستی این پیام رو خونده و دوستی دنبال این هست که کار رسانی بکنه و میخواد بره کار رسانی معاصر انجام بده اینو یادت باشه تولد محتوایی که انجام میدی خوب و امید بخش باشه. ولی اگر امید بخش مبتنی بر حقیقت نباشه یک فاجعه است ما تلاش کردیم به شخصی این حوزه محتوای امید بخشی که به شما ارائه میدیم مبتنی بر حقیقت باشه ممنونم از پیامتون یکی دیگه از دوستان نوشته که این آقای پناهنده تو پیام قبلی که میفرستاد من بدون تعارفتون بگم حسابی از خجالت مادر می الان یه پیام فرستاده از عکس پروفایلش عکس های سید محمد به شدت مطالبه که میفرسته اصلا ما رو مورد حجم قرار میده که چرا در باره صحبت نمیکنی چرا چیزی نمیگی چرا منفعلی چرا مثلا در کنار رو ما نمی حرف بزنی از این شخص حالا اینا رو ما قبلا توضیح چرا ها رو ما توضیح دادم قبلا دو روز بعد انتخاباتم یه ویدیو خیلی مهم دارم خیلی مهم اونجا توضیح خواهم داد. بخونم پیامش گفت گفتی که دوستان تو پیام ها تو پیام گذشته من طرفدار سرسخت دکتر محمد بودم عزیزان دیگه تموم شده باید محکم پشت جناب رئیسی بیستیم تا انشالله دولت انقلابی بیاد دولت انقلابی بیاد روی کار و از شر فساد راحت بشیم تمام ناراحتی ها رو امشب فراموش بکنیم این نشون میده که یه سری از بچه‌ها دارن زنگ خطر رو میفهمن یه اتفاق ترسناک ممکنه بیفته فردا یه ترسناک ممکنه بیفته یه سری رسانه دوباره بیان به شما توضیح بدن که نه ما مقصر نبودیم ما به شما درست محتوا تولید ارائه دادیم اینا باید فضا رو درست مدیریت میکرد این شکلی نمیشد یعنی باز دوباره تو همین حماقت بلدن مخاطب رو ببرن جلو تو باید هوشیار باشی تو باید حواست باشه الان ایفا نقش تو بکن که فردا نشینیم هرس بخوریم دوباره بگیم که یک فاجعه رخ داد و ما ایفای نقشمون اونجوری که باید موثر نبوده خیلی ممنون از پیام هاتون پیام های شما دوستان رو خوندم و باز هم برای ما پیام بفرستین منتظر پیام های ارزشمند شما هستیم شبتون بخیر